به شما عزیزان از لندن سلام میگویم. استودیو مرکزی ایران فردا، جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیشرو در تفسیر خبر همراه شما خواهم بود. و ما چه زیباست که انسان در هر کجا که هست صبح خودش رو با یک خبر خوب آغاز کنه، اون هم بعد از 40 سال همواره خبرهای بد و بدتر. اینهو دموکراسی دینی جاری در ایران، انتخاب بین بد و بدتر. خبرهای خوب کم بوده و یکی از خبرهای خوب و خوبتر و بهتر خبر انتخاب خانم دریا صفائی هست به نمایندگی در پارلمان بلژیک. در روز پنجشنبه من خبر داده بودم که خانم دریا صفائی نامزد هستند برای پارلمان بلژیک، که نتیجه رسمی انتخابات بلژیک امروز به طور رسمی اعلام شد. انتخابات روز یکشنبه دیروز برگزار شده بود. خبر بی نهایت خوشحال کننده ای بود، نه تنها برای من بلکه برای میلیون ها ایرانی که به مقام و جایگاه شایسته مردمان ایران توجه دارند و می نگرند و آرزومند داشتن ایرانی که شایسته ایرانیان باشد، حکومتی که شایسته ایرانیان باشد. زنان و دختران ایرانی نصیبی از وطن خود و حکومت خود در این 40 سال و چند ماه نبردند جز خشونت و بی احترامی و اهانت. مردان نیز، جوانان هم از دختر و پسر نیز در خارج از ایران، اما بهرمند از امکانات دموکراسی، بهرمند از امکاناتی که به همه انسانها فارغ از رنگ پوست و نژاد و مذهب و عقاید سیاسی امکاناتی نسبتا مساوی میدهد برای بالا رفتن و به جا و مقام شایسته نشاندن توانایی های خود، درخشیده و می درخشند. خانم دریا صفائی دندان پزشک شایسته و فعال حقوق زنان ایران که پیشتر در وطن خود بازداشت شده بود، به زندان رفته بود، در بلژیک به پارلمان این کشور راه یافت. در میان رقابت‌های سیاسی بسیاری که هست، فعالیت او در مورد حقوق زنان ایرانی برای شما عزیزان کم و بیش آشناست. نخستین بار دوربین و میکروفون تفسیر خبر بود که به سوی خانم دریا صفائی رفت که بیرق ایران رو برافراشت و مطالبات بانوان ایران رو در استادیوم های بزرگ در اروپا، آمریکا و جام جهانی و المپیک در برزیل برافراشت. مبارزه سخت و سخت، از پا نایستاد در طلب و ابراز و شناساندن وضعیت بانوان ایرانی که راه به استادیوم ها ندارند، و در جوار اون سخنرانی های بسیار در مجامع اروپایی و آمریکایی. خجسته باد بر ایشان و بر همه آنان که به ایران و فردایی بهتر برای ایران می اندیشند. به زودی ما مصاحبه ای با خانم دکتر دریا صفائی خواهیم داشت در تفسیر خبر. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. دیروزی که مصادف بود با سالگرد
کشف نفت در شهر بعدی مسجد سلیمان، شهر من و هزاران هزار دیگر شهروندان مسجد سلیمان که در مرحله نخست شرکت نفت بریتیش پترولیوم و بختیاری بود. کشف نفت در چنین روزی در سال 1287 اگر اشتباه نکنم، به هر حال 111 سالگرد کشف نفت هست در مسجد سلیمان. بسیاری بر این نظر هستن که نفت مصیبت زا بوده برای ایران. من و بسیاری دیگه البته بر این نظر نیستیم. نفت بسیار هم میتونه موهبت های تلقی بشه یا موهبتی تلقی بشه و دستاورد های بسیار زیادی برای مردمان ایران داشته باشه. یعنی همه اینها بستگی داره به چگونه مدیریت کردن بهره‌مندی از نفت، چگونه پیش ببریم مساله و منافع ایران رو در ارتباط با مساله نفت ایران. متاسفانه مدیریت نفت در ایران گاه خوب بوده یا تا اندازه‌ای روشن یا تا اندازه‌ای چفت و بست محکمی داشته و گاه خیر. در تمام طول تاریخی که وجود داشته، در جریان ملی شدن نفت از ریل خودش خارج شد و به یک مسئله کاملا سیاسی و کاملا سیاسی و کاملا ایدئولوژیک حتی و به یک مسئله مقدس تبدیل شد، تا جایی که سخن گفتن و انتقاد کردن از سیاستمداران در اون زمان، چه در دوران دکتر محمد مصدق و چه پیش از آن و بعد از اون هم حتی، مشکلاتی بود. بعدها وضعیتی که پیش اومد، به هر حال دستاوردهای بسیاری از نظر مالی برای ایران داشت، اما آیا یک استراتژی واقع بینانه برای بهره‌مندی از نفت وجود داشت که نفت ایران رو بر اساس اون سازمانی ساخته شد به حق و درست، اوپک قدرتمند، اما توجهی از برج‌های اوپک باید میشد که ما وارد جنگی شدیم با بزرگترین کارتل‌های نفتی جهان. توان پیشبرد این جنگ رو داریم یا خیر؟ به این سوال نه تنها پاسخ داده نشد، بلکه عملا در مواردی نادیده گرفته شد. و اونچه که اتفاق افتاد در ارتباط با ایران و بعدها خاورمیانه، یکی از نتایجش دیدیم که نابود شدن قدرتمندترین تشکل نفتی جهان اوپک بود و بی نقش ترین کشور نفت‌خیز جهان در منطقه خاورمیانه میشه گفت در حال حاضر ایران هست. من سخن کوتاه میکنم، اندل لزوم حتما به کسانی که تلاش دارن از چهره‌های سیاسی، چهره‌های مقدس انکار ناپذیر و انتقاد ناپذیر بسازند، اندل لزوم پاسخهای مستند و پاسخهای لازم داده خواهد شد. به همین مختصر اکتفا میکنم. کسانی که تاریخ رو به شیوه ملایان شیعه و با پس ذهنیت شیعه‌گری ملایان شیعه تعریف و توصیف میکنند، من نه مجال سخن گفتن درباره اونها رو دارم و نه به صلاح میدونم در زمانی که ما باید بیشتر و بیشتر به آینده بپردازیم. اما اندل لزوم، چنانچه لزومی داشته باشه و مفید باشه به سود مردمان کنونی و نسل‌های آینده ایران، قطعا در این زمینه سخن خواهیم گفت. به مناسبت سالگرد کشف نفت در شهر من مسجد سلیمان گفتگوی خواهیم داشت تا لحظاتی دیگر با خانم اختر قاسمی، روزنامه نگاری که در کنار کارهای بسیار، گزارش‌های بسیاری که برای رسانه‌های مختلف تا کنون تهیه کردن، رسانه‌های آلمانی، فارسی زبان
در کنار اون دلبستگی به شهر و زادگاهش مسجد سلیمان، هم شهری گرامی من، باعث شده در این سالها تولد نفت در مسجد سلیمان رو جشن بگیره، با دست خالی کارشناسانی رو دعوت کنه در کل سخنرانی ها و گزارش های تفسیری. به عنوان یک همشهری من سرفراز هستم از این بابت، و به عنوان همه کسانی که از نفت ایران بهره‌مند شدند، اما توجهی به آنچه کسانی مانند خانم قاسمی انجام میدهند ندارند، متاسفم، ولی به هر حال از بابت همگان سپاسگزاریم از خانم قاسمی. تا لحظات دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز خواهیم کرد. خانم قاسمی عزیز سلام به شما در کل آلمان. درود و سلام به شما آقای چارلنگی عزیز، همشهری عزیز من، و درود و سلام میکنم به همه همشهریانم در مسجد سلیمان، در ایران، همه هموطنان عزیزم و در هر کجای دنیا که هستن. خب به اختر گرامی، خانم قاسمی گرام، من میدونم جایی که شما نشستید یا منزل شما بود دوراه بیبیان بود، درست میگه؟ بله بله دقیقا. یعنی شما صبحا که میومدید برید مدرسه مهر میرفتید یا اقبال؟ من مدرسه دکتر اقبال میرفتم، سال آخر در مدرسه ملی شمس داوری. بله. که اون دختران پسرانه بود اونجا. بله. دیپلم گرفت. بله. این رو هم بگیم که مسجد سلیمان شاید اولین شهر بود در ایران که مدرسه مختلط دختران پسرانه داشت، حتی خیلی پیش از اینکه اختر نازنین به دنیا بیاد. بله. خواهر بزرگ من هم به این مدرسه میرفته. بله. بله. اختر گرامی، این سوال من از این بابت هست که مسجد سلیمان اولا برای کسانی که نفتن شهری کوهستانی هست، بر اساس چاهای نفتی که کشف شده بیش از 300 حلقه محله های ساخته شده و امکاناتی، بنابراین فاصله محله ها زیاد هست. ما نمره یک بودیم، اون ور دره ای که اون طرف شاه نفت بود، این ورم خونه های ما و خونه های بسیار شرکتی و شخصی. حالا شما از دوراه بیبیان که میومدین یه شیب داشت، درسته؟ اونجا اولین اول صبح چشمتون توی این منظره ای که برابرتون بود، و اگر زمستون و بهار بود که چقدر دلنشین بود، میافتاد. بله. به این چاه نفت. بله. ما هم که صبح بلند میشدیم بریم مدرسه یا هر چیزی، از تو این دره میرفتیم، از بغل چاه نفت هم میرفتیم مدرسه. به من بگین این احساسی که اون زمان داشتین تا چه اندازه دستمایه دل شما شده برای این مراسمی که به سختی با دست خالی طی این سالها از صدومین سالگردش گرفته تا امروز دارید برگزار میکنیم. آقای چالنگی عشق منو در برده. بله به هر حال دلبستگی ها گاه شنینه، بفرم. متاسفم. بله خواهش میکنم. من ابتدا میخوام دوتا شاد باش بگم، هم شاد باش زادروز نفت به همه هموطنان عزیزم و هم به خصوص همشهریانم و در خوزستان، و هم شاد باش بگم به دریاجان صفایی که واقعا به عنوان یک زن ایرانی افتخار میکنم و خیلی خوشحالم که به این موقعیت دست یافتن، و امیدوارم آقای چارلنگی ما بیاموزیم از اروپایی ها که چگونه به برابری حقوق انسانی ارج میذارن، ارزش میذارن، و دریا صفایی به عنوان یک زن ایرانی که نه فرهنگش با جامعه بلژیک یکی بوده، نه زبانش و نه دینش، مذهبش و هیچ چیز، ولی اینها اون رو به
عنوان یک انسان میبینن و میپذیرن و ارزش میذارن و میتونه پا به پای زنان بلژیکی در انتخابات شرکت کنه، در حالی که در جامعه خود ما زن نه تنها چنین به شکل نمایشی دو سه زن رو میذارن، ولی حتی سنی نمیتونه شرکت بکنه، بهایی نمیتونه شرکت بکنه، سنی که مسلمانه درست نمیتونه. حالا اون و اینو امیدوارم که ما از جامعه اینجا یاد بگیریم. به صورت خیلی خوشحال شدم و حالا من دوباره برمیگردم به سرزمینم، به سالروز کشف نفت. آقای چالنگی، خیلی ها از من میپرسن که چرا این کارو میکنم. من به عنوان یک بچه نفت که بزرگ شده اون سرزمینم، پدران ما، اجداد ما همه در شرکت نفت بودن و عمرشون رو گذاشتن و تلاش کردن و شهر ما رو به اون شهری که اون موقع ما داشتیم رسوندیم، که متاسفانه 40 سال جمهوری اسلامی نه تنها توجهی نکرد و کاری نکرد، بلکه آنچه هم داشت از این شهر گرفت. حالا چرا من این کار میکنم؟ آقای چالنگی، من وقتی که یادم میاد که کارکنان شرکت نفت در مسجد سلیمان چه امکانات و چه مزایای اجتماعی داشتن که ما در اروپای پیشرفته میبینیم، وقتی که یادم میاد امکانات ورزشی، اردوهای بچه ها، بورسای تحصیلی، نمیدونم تمام امکانات هنری، همه اینهایی که شرکت نفت به طور به اصطلاح آزاد مجانی در اختیار فرزندان کارکنانش گذاشته بود، و یا همون حتی اون رشندهایی که به قول خود ما مسجد سلیمان، یا من نمیدونم کلمه دقیقش چی است آقای چالنگی، ولی یعنی خاربار من میشه باید توضیح داد که به اصطلاح به عنوان ماهانه یک کوپونهایی میدادن به کارگران شرکت نفت که میرفتن از تا به اصطلاح فروشگاه کارگری بود خرید میکردن، و بیشتر چیزایی هم که بود از همین انگلستان وارد شده بود، خیلی چیزاش. بله بفرم. درسته. بله، و وقتی که یادم میاد و بعد میبینم میخونم از طریق خانواده، فامیلم، بستگانم، رادیو تلویزیون در جریان قرار میگیرم که این شهری که چنین امکاناتی داشت، این شهری که با در واقع با جوهره خون خودش، با اون نفتی که طلای سیاه بود، کشور ما رو به اینجایی رسون که به یکی از داشت به در واقع اولین چرخهای صنعتی شدن جامعه ما رو با اون سرمایش تونست به چرخونه، و خیلی کارخونه ها بر گرده اون سرمایهی که مسجد سلیمان تولید کرد چرخی. و بعد میبینم یعنی کشوری که ما تا قبل از کشف نفت یادمونه که چه جامعه عقب مانده نمیدونم بدبخت و چه جامعه که مردم حتی چقدر در فقر و بدبختی بودن و اینا، و بعد از کشف نفت ما میبینیم که چه رشد سریع میکنه، که به قول آقای میلانی هم میگه که در این دوران ایران به 200-300 سال جلوتر پرید و به سمت مدرنیزه رفت. اینا همش به دلیل اون پولیه که ما از سرمایه که ما از نفت مسجد و بعد شهر امروز. من در 100 سالگی که برنامه ای داشتم به مشکلات شهر اشاره کردم، نداشتن آب، نداشتن برق، نداشتن امکانات برای جوانها، تمام اینا امروز که 11 سال از 100 سالگی گذشته بیشتره و بیشتر شده. و هدف من از برگزاری این مراسم اینه که هم توجه مسئولین رو جلب کنم، هم توجه هموطنانم رو جلب کنم. آقای چالنگی، خیلی از بچه های واقعا جای تأسفه. من دوستانی دارم که بچه های خیلی خوبه، فعالین، جزء روشنفکران، جزء اعضای بالای سازمان‌های سیاسی چپ ملی، اصلا اینا حتی نمی‌دونستن تا
11-12 سال پیش که من برای اولین بار این موضوع نفت و که به مناسبت 100 سالگی توجهمو جلب کرد، مدام مقاله نوشتم و تلاش میکردم، همه به من میگن که ما واقعا تا قبل از این مطالب نمیدونستیم که اصلا نفت کی و در کجای ایران کشف شد. ما فقط میدونستیم ایران نفت داره و این خودش خیلی به هر صورت مثبته که ما میبینیم دوستانی بعد توجه میکنن و میرن دنبال میکنن، گرچه مسئولین هم باید توجه بکنن. اگر یک بسه. نگاه کنم بله بفرمید. فقط برگردیم به مجلسی که انجام امسال برگزار کردید. چه تعدادی آمدن؟ چه کسانی سخنرانی کردن؟ بله. در این مجلس. درست. اگر میگم هدف من همینه که هر سال سعی میکنم حتی اگر شده در جمعای کوچیک مراسمی رو برگزار کنم، از کارشناس دعوت کنم. امسالم از آقای جانگیر لقایی که ساکن آلمان هستن و کارشناس اقتصادی هستن دعوت کرده بودم که ایشون خیلی خوب به موضوع کشف نفت در جهان به شکل کوتاه و بعد به شکل مفصل موضوع کشف نفت رو در ایران عنوان کردن و بعد خود منم که تمای من در واقع این که شانس نفت شانسیه برای ما یا بدشانسیه، یا به قول دوست عزیزم آقای فرشید خدادادیان روزنامه‌نگار و فعال به اصطلاح تاریخی، پژوهشگر تاریخی، ایشون هم گفتن نفت به اصطلاح طلای سیاه یا بلای سیاه، که از نظر من نفت واقعا شانسیه که ما داریم، مثل درست انسانیه که مادرزادی هوشیار خیلی باهوش به دنیا میاد یا اینکه زیبا به دنیا میاد. این درست نگاهی که کسانی دارن که میگن نفت بدشانسی بوده، درست مثل نگاهیه که جمهوری اسلامی داره میگه زنها باید برن توی یک کیسه خودشونو بپوشونن که مردها دچار لغزش نشن. اینی که ما جامعه رو درست بکنیم یعنی ما زنها رو زندانی میکنیم که بگیم، یعنی من به همین دلیل میگم این برنامه رو برگزار کردم که دیروزم گفتگویی داشتیم با دوستانی که حتی این معتقد بودن که نفت بدشانسیه و که من این موضوع رو گفتم اینی که ما از خرد جمعی خودمون نتونیم استفاده بکنیم، نتونیم سهیم باشیم توی سرنوشت خودمون که بتونیم استفاده بهینه از این شانس بزرگ، این سرمایه‌ای که داریم استفاده بکنیم، این تقصیر ماست نه تقصیر نفت. بسیار خوب. یعنی من اشاره کردم در مقدمه به همین موضوع اتفاقا که ببینید همونطور که شما اختر گرامی اشاره کردید، نفت یه موهبته مثل بسیاری چیزهای دیگه. بنابراین اگر قرار بگیم که بلاست و فردا میتونیم بگیم مثلا موقعیت جغرافیایی ایران هم یک بلا و مصیبت، برای اینکه اهمیت داره موقعیت جغرافیایی ایران. همونطور که من اشاره کردم متاسفانه مدیریت نفت ما بد بوده. بله دقیقا. یعنی به شکلهای مختلفی بد بوده. یعنی ما در اولا کسایی که به مسئله هم اشاره کردید شما، من با بسیاری از بچه های به ظاهر سیاسی در جریان انقلاب که میگفتن ما اولا ایران مستعمره انگلیس نبود، یه قراردادی بین بریتیش پترولیوم بود، مستعمره یعنی کشورهای آفریقایی که در اونجا حکومت میکردن، مصری که بعد از عثمانی آمد و قیمومیتش رو انگلیسی ها گرفتن و حکومت میکردن. انقلاب 1919 مصر علیه این موضوع بود، یعنی قدرت سیاسی رو به خود مصری ها واگذار کنن. در ایران نبود، ما مستعمره هیچ جا نبودیم. قرارداد ناعادلانه بود، بله میشه گفت، و اولین کسی هم که این قرارداد رو پاره کرد به رسمیت نشناخت رضا شاه بود، چک و چونهایی که به نتیجه نرسید، یه مقدار مزایا بیشتر شد و بعدها رزمارا هست، دکتر مصدق هست، بقیه هست، اما قضیه رو تبدیل به یه قضیه سیاسی به قول ما ناموسی کردن که هیچ ربطی به یک مسئله اقتصادی نداشت. دقیقاً. و یک مسئله دقیقاً. سیاسی که الان شما بالای چشم این و اون یه حرفی میزنید فریاد و اسلامات بلند میشه، فریادهای میگم ملایانی که این سو اون سو هستن با کروات
جبهه ملی یا بقیه چیزها که متاسفم از این بابت من مایل نیستم در این زمینه ها زیاد بپردازم، چون تلف کردن وقت این همه پرداختن به گذشته و ما میگیم از گذشته میخوایم پند بگیریم و اتفاقا هیچ پندی هم نمیگیریم. یعنی این همه بررسی گذشته، بگذاریم از این موضوع. خب آیا این برنامه رو شما برای آینده ادامه خواهید داد؟ آیا نشریاتی، اطلاعاتی، یک مرکزی برای اینکه همین الان در انگلستان خود شما در جریان هستین، به طور دقیق در واقع به من گفتید شما که این مرکزی که هست، انگلیسی هایی که در مسجد سلیمان بودن یا کسانی که بودن، یک مرکزی درست کردن، یک مرکز اطلاعات، میشینن قهوه‌ای آب جوی چیزی با هم میخوان صحبت میکنن. آیا همچین چیزی رو، مرکز اسنادی رو، مرکز اطلاعاتی رو؟ بله آیه چالنگی، من در دورانی که برنامه همایش 100 سالگی نفت و مفصل گرفته بودم، خواهرم که میشناسید مهین از هلند به من کمک کرد و با ارتباطاتی که با بی پی داشتیم که قرار شد که به اصطلاح مهین به من کمک بکنه و بره آرشیو بی پی و عکس های قدیمی رو اسکن بکنه، چون از بی پی ما بگیریم عکس های کشف نفت رو. و بعد این موضوع باعث شد که مهین خواهرم تلاش بکنه و با انگلی به این ایده رسید که مستندی از انگلیسی هایی که تهیه بکنیم با همکاری خود من و خواهرم و خواهرزادم که اونم فیلم خونده، مستندی تهیه بکنیم از انگلیسی هایی که در اون دوران در مسجد سلیمان بودند و الان همه دیگه مثلا 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله و در قید حیات هستند و بتونن از خاطرات خودشون در مسجد سلیمان بگن، که خوشبختانه با تلاش هایی که کرد متوجه شد که این انگلیسی هایی که در مسجد سلیمان بودند و برخیشون اونجا متولد شده بودند و مثلا شاید دیگه زمانی که انقلاب شد 20 ساله، 15 ساله، نمیدونم 30 ساله بودن که اونجا را ترک کردن، که پدرانشون بودن، اینا یک بولتن خبری دارن، با هم در ارتباطن و نشستهایی دارن و بولتن خبری دارن که خواهرم از طریق تلاش هایی که کرد متوجه شد و با اینها ارتباط گرفت که الان یک کاری در این رابطه، حالا من نمیخوام، شاید نمیخواد ایشون من بیشتر توضیح بدم، در این رابطه دارن کاری رو انجام میدن که امیدوارم هرچه زودتر بتونن تموم بکنن و در اختیار مردم بذاریم و از تجارب این انگلیسیایی که در ایران بودن و در مسجد سلیمان بودن، در خوزستان بودن، از تجربشون استفاده بکنیم. و این چیزی که جالبه آیه چالنگی که خواهرم میگه، چقدر همه اینها تا حال با چندین نفر 80 ساله، 70 ساله، 90 ساله اینا صحبت کرده، همشون عشق میریزن وقتی که از دوران در مسجد سلیمان و در خوزستان تعریف میکنن و چقدر خاطرات زیبایی دارن. به هر صورت این یک چیزی که خود اون انگلیسی ها با هم دیگه در ارتباط هستن و حتی با برخی ایرانیایی هم که باهاشون همکار بودن و الان ساکن انگلیس هستن. من این توضیح رو بدم بد نیست، البته خود اختر گرامی شرکت، چهار خواهر هستند که هر چهار خواهر در عرصه روزنامه‌نگاری کار میکنند، چه تصویری، چه نوشتاری و چه رسانه‌های مدرن امروزی. اختر گرامی در آلمان هست، کبرا خانم قاسمی در هلند و رادیو زمانه سالیان سالها هست، اشاره کردن مهین خانم در مهین قاسمی در همین انگلستان هست و در عرصه فیلم برداری، و پروین گرامی هم که مقیم آلمان بود، سالها فیلم های مختلف مستندی ساخته بود برای رسانه های آلمانی و مدت هاست در آمریکا سرگرم پروژه‌ای هست با دختر بسیار نازنینشون شیرین عزیز، که ایشون هم کار فیلم و مستند سازی میکنه برای یک بنیاد و مؤسسه آمریکایی بسیار
مهم مشغول هستند. این رو که گفتم این رو هم بگم، صحبت چهار خواهر شد. چهار باشگاه عمده، اختر عزیز اشاره کرد مسجد سلیمان داشت، ایران به اصطلاح نفتون و مرکزی و کاوه. این چهار باشگاه دارای تأسیسات بسیار زیاد بود، از استخر گرفته تا کتابخونه، تا سالن سینما، تا سالن‌های وزنه‌برداری، پینگ پونگ، تنیس و همه مجموعه‌ای که یک باشگاه انگلیسی میتونست داشته باشه. و دو باشگاه دیگه بود که اونها نیمه این تأسیسات داشتن، یکی تنبی و یکی بیبیان. تیم‌های فوتبال خیلی خوبی داشتن و خیلی ورزشکارها به خاطر امکاناتی که به وجود اومده بود تونستن در تیم‌های ملی باشن. آقای بهرام منجزی یادتونه دیگه، خانم قاسمی، آقای علی بابا کمایی، فریدون عناوین عزیز که از همشهریان کلیمی و عزیز ما بود در اونجا، گشتاس، منصور کریمیان و و بسیاری بسیاری، امیری منگشتی، آقای کرمزاده در تأسیسات در وزن برداری در تیم ملی و جای دیگه و بسیار، و تیم تنیس آقای یزدان پرست و بسیاری دیگه بودن. و همینجا هم باز یاد کنیم از آقای خادمی گرامی که مسئول ورزشکاران بود و روابط عمومی شرکت نفت، و آقای مرتضی پور هم هر جا کسا، و بسیاری هستن که من وقت الان نه در این لحظه به ذهنم میاد. و شهر زیبایی که هیچ تعصب مذهبی نداشت، کلیسا یادتون هست دیگه؟ بله دقیقاً، هم کلاسی های ارمنی یهودی، یکی از بهترین دوستای من که الان در منچستر هست، از بچگی ما با هم بزرگ شدیم، نصیحت کلیمی بود که ما با هم بزرگ شدیم. حتی یک زمانی هم من نزد پدر ایشون عبری شروع کردم خوندن که نیمه تموم بود. گفتگو میکنیم با خانم اختر قاسمی، هرچند من بیشتر از ایشون صحبت کردم تا این لحظه. همراه هستیم با خانم اختر قاسمی گرامی به مناسبت 111 سالگرد تولد نفت در ایران، در مسجد سلیمان، ایران و خاورمیانه. تا لحظاتی دیگر. خانم قاسمی، به ما بفهمین شما الان از کسانی که برنامه رو میبینن و امکان براشون وجود داره در خارج از ایران، در داخل ایران، چه توصیه و چه پیشنهادی دارید برای یاری رسوندن به بهتر برگزار شدن این سالگرد و رسیدن به هدفی که شما دارید؟ بله، خب آقای چالنگی، میگم من هدفم از برگزاری اینه که این مسائل عنوان بشه، طرح بشه. من وقتی که تیتر روزنامه های ایران رو نگاه میکنم، ببینید شما فقط تو خبرگزاری مهر یا نمیدونم خبرگزاری های دیگه نگاه بکنید چه تیترهایی در مورد وضعیت و اسفناک این شهر وجود داره که خودشون هم حتی می نویسن، یعنی می نویسن اول شهری که به آخر رسیده، مسجد سلیمان شهر ظرفیت ها و محرومیت ها، شهر اولین ها در تب آخرین ها می سوزد، مسجد سلیمان غمگین و فرسوده، روان مردم را به، یعنی تیترها اصلا تمام فقط از بدبختی، نشت گاز ترش بلای جان مردم، نمیدونم آمار خودکشی. خب هدف من چیه؟ هدف من اینه که در این روز مسائل رو عنوان بکنیم، مشکلات رو عنوان بکنیم، هم مردم بیشتر با این موضوعها به اصطلاح دست و پنجه نرم بکنن، بشنون که بتونن فشار به مسئولین بیارن. خیلی غم انگیزه آقای چالنگی، مسجد سلیمان یکی از بزرگترین آمار بیکاری جوانان و خودکشی رو داره. بله، یعنی ولی شما فکر کنید فشار به مسئولین واقعا به نتیجه میرسه؟ آخه مسئولین خودشون به وجود آورنده چون این وضعیتی هستن. بله دقیقاً، کاملاً درست میگید، ولی به هر صورت از بتونن
امکانات حداقلی زندگی رو تا نفس بکشن، حداقل به اینجا نرسن که جوانها خودکشی بکنن. یعنی فشار که در واقع فشار اصلی باید به این باشه که تلاش کنن که این رژیمی که بجز فساد و بدبختی و جنایت و فقر و بیکاری چیزی به مردم ایران برمغان نیورده، این رو یک رژیم مردمی جایگزین بکنن. یک به اصطلاح فشار اصلی باید این باشه، ولی ما میگیم از همین حداقل امکاناتی که میتونن استفاده بکنن. نه من واقعا وقتی که بعضی از دوستان میگن نفت برای ما بدبختی بود، ازشون میپرسم آیا فشار آمار نمیدونم خودکشی ها در آن زمان اینقدر بود؟ آیا فقر و بدبختی و بیکاری در آن زمان اینقدر بود؟ چرا نمیخوایم ببینیم؟ حالا حتی اگر هم به گفته این دوستان ما بگیم که آره به خاطر نمیدونم هر چیزی که مردم انقلاب کردن که چون اون دوران نابسامان بوده، چرا اون موقع این فشارهای اقتصادی وجود نداشته؟ در حد من حالا شهر خودم رو میگم، درسته ممکنه روستاییانی میومدن در حاشیه شهر مینشستن تا بتونن خودشون رو توی چیز جا بدن، ولی حداقل در اون دوران ما این همه فشار به فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، امروز مردم حتی نمیتونن توی خونه های خودشون، حتی توی خونه خودشون نمیتونن شادی بکنن. ما کجا در اون دوران کسانی که الان به ما میگن که همون پیدایش نفت باعث شد که ما این روند نمیدونم چیز رو طی بکنیم که به اینجا برسیم؟ من گاهی انقدر حرفا زیاد میخوام صحبت بکنم که واقعا از فشاری که به هم میاد دلم میخواد همه رو یک جا توی یک جمله بیان بکنم. وقتی که به قول ما لورا دلت پره ها؟ دلم پره، خیلی دلم پره. واقعا هر وقت صحبت از شهرم میشه، صحبت از کشورم میشه، این بلایی که در واقع کشور ما رو گرفته، حالا مسجد سلیمان بلا اندر بلا شده، یعنی خب حتی مشکلاتی که شاید در شهرهای دیگه مثل شیراز یا اصفهان یا غیره نباشه، در مسجد سلیمان هست. تازه از امکاناتی هم که دارن میگیرن و میبرن، از رود کارون خوزستان میبرن برای جاهای دیگه، از خاک خوزستان میبرن برای جاهای، حتی امکاناتی هم که داره ازش میگیرن، آبشو میبرن جای دیگه. یعنی واقعا محروم، محرومیت که میگن به معنای واقعیه. همه ما ایرانیان از رفاه و چیز محروم شدیم، ولی مسجد سلیمان و خوزستان، شما ببینید آبادان و خرمشهر، دو شهر زیبای ما، دو شهر عروس، هنوز چه مخروبه ایه. من واقعا تحمل دیدن عکسای امروز آبادان رو ندارم وقتی که یاد آبادان گذشته میفتم، یا حتی کلن خوزستان، شهری که چنان، استانی که چنان ثروتمنده، نه فقط نفت، گاز، منابع زیرزمینی دیگر، زغال سنگ، نمیدونم همه اینا. بله خانم قاسمی عزیز، ببینید ولی به شد دل آدم به درد میاد وقتی که میبینه در کنار چاهای نفت، مثل جاهای نزدیک شما که بهتر از من میدونید، در برای بیننده محلی کلی چاه نفت در همون حوالی هست، چندین چاه نفت هست تو بزون، مردم در چاهای مثل قار زندگی میکنن کنار چاهای نفت، یعنی به شعای مثلا نیم کیلومتر چندین چاه نفت در همون منطقه هست، و بعد میبینید که در لواسان حومه تهران کسانی که یک پیچ و مهره به هیچ چیزی اضافه نکردن در کاخهای بله شاید چه میدونم چه قیمتی زندگی میکنن. اینی که من اشاره کردم به مسئولین، واقعا نه به خاطر آدم مخالفتی که با این حکومت داره، گلاب به روی شما، بلا نسبت شما به قول مالورا، من و شما و بختیاری ها، این آقای جنرال رضایی و برادر ایشون
از مواهب مسیح سلیمان به بسیار برخوردار شدن، آیا گامی برداشتن تا به حال برای مسیح سلیمان؟ بله، برادرشون اصلا چند سال نماینده از رانت برادر بزرگتر استفاده کردن و نماینده مسجد سلیمان بودن، چند دوره فکر میکنم 3-4 دوره نماینده بودن. بله. چه گلی به سر این شهر زد، واقعا شرم‌آوره. من بله. که راست شرمم میشه فقط بگم اون همشهری منه. و این هم الان چنگایی که به اصطلاح مد شده از این بازی هایی که لباس بختیاری بپوشن و برن به منطقه جای دیگه. خب دیگه از این با احساسات مردم بازی کردن. ولی آیا کارگر هست این کارها؟ آیا حنای این افراد، مجموعه این حکومت برای مثلا تا خود همون مردمی که در فقر مطلق زندگی میکنن، چه در مسجد سلیمان چه در جای دیگه، فکر میکنین کارگر هست؟ رنگی داره این حنا که به این گونه با احساسات مردم از طریق لباس به وعده هایی که میدن؟ باز هم انتخاباتی دیگه رو برای انتخاب بین بد و بدتر و شیخ پرزیدنت صاحب کلید حلال مشکلات هست و از این صحبت ها. ای چالنگی، اینا خیلی خوب روانشناسی مردم رو میشناسن و تونستن، یعنی اینها اتاق فکرشون که از کاگبه‌ای که خودشون 70 سال 100 سال چقدر شیره ملتشون رو چجوری مکیدن، از کاگبه گرفته تا جاسوس های دول دیگری مثل ونزوئلا، از اتاق فکرشون از کوبا گرفته تا نمیدونم کشورهایی که هم پیاله هاشون هستن، چنان خوب استفاده کردن و از تجارب اینها در سرکوب مردمشون استفاده کردن. اینا با ترسوندن مردم متاسفانه خیلی خوب میتونن مردم رو به جایی برسونن که بگن بین بد و بدتر حداقل بد رو انتخاب کنیم. بله بله، این ترس اشاره میکنیم، ترس با اینکه مردم امیدی داشته باشن بین اینکه به اینکه بالاخره مثلا این چیزی که فرض کنین آقای محسن رضایی میگه یا اون یکی میگه عملی خواهد شد، بهبود وضعیتی که هست، هرچه که هست، وعده‌ای که در این زمینه هست. آی چالنگی، میگم انسان ها همیشه سعی میکنن که به امید زنده باشن. امید داشتن خب خیلی بهتر میتونه آدم رو روی پا نگه داره تا اینکه همه درهای امید رو به روی خودت ببندی و خودت هم بگی نه نمیشه. نه، مردم رو متاسفانه فریب میدن، ولی من فکر میکنم این مردمی که ما از دیماه 96 به این بر به خصوص دیدیم، یعنی از سال به اصطلاح 88 شروع شد و به خصوص باز اون موقع هنوز امیدوار بودن به این که در درون همین نظام ممکنه بتونن تحولات ایجاد کنن، من فکر نمی کنم این مردم دیگه فریب این وعده های امثال آقای رضایی میتونه 10 تا لباس بختیاری هم بپوشه و بره در مسجد سلیمان و نمیدونم هفگل و ایزه و نمیدونم اینا. ولی مردم ممکنه کسانی که هم پیاله های خودشونن و از رانت اون استفاده میکنن و همکارانشون هستن، فامیل اقوامی که همه در سمت هایی هستن با اونها هم صدایی بکنن، ولی من فکر میکنم مردم دیگه در واقع رگ خواب اینها رو خوندن و میدونن و تن نخواهند داد. منتها این که کی به جایی خواهند رسید که واقعا هم صدا و یک پارچه به خیابون اونها بریزند و فریاد برآورند، این چیزیه که باید به زمان سپرد و دید کی خواهد رسید. خانم قاسمی، یعنی همین فردا امکاناتی فراهم بشه که شما از آزادی های لازم بدون هیچ خطری برخوردار باشید، بتونید به مسجد سلیمان برید و بخواید بقیه عمرتون رو در ایران زندگی کنید،
اولین سفرتون به مسجد سلیمان چه خواهید کرد؟ به کجاها خواهید رفت؟ به عبارت دیگه دلتون برای چه چیز و کجای مسجد سلیمان؟ هرچند دیگه اون مسجد سلیمان اون روزها و اون سالها قطعا نیست، اینو من متوجه هستم، ولی مال نصیرا میرین اول، تنبی میرین، نفتون میرین، دورا بیبیان میرین، خود بیبیان میرین، میایید نمره یک نزدیک چاه شماره یک، منزل سابق ما، محله نمره یک ما، و اونجاها یه نگاهی گشتی میزنین، دوستان خاطراتی که دارید، هر چی که هست بفرمایید. همه این جاهایی رو که گفتی آرزو دارم. اگر من روزی بتونم ایران برم، یعنی ایران رفتن من منوط به نبود جمهوری اسلامیه، چون من حتی اگر بدونم که به اصطلاح از نظر امنیت همه چیز اوکی هست، ولی همینی که به عنوان زن حس میکنم تحقیر میشم و باید روسری سرم بکنم، این خود روسری برای من نشان تبعیضه و به همین دلیل نخواهم رفت. من زمانی خواهم رفت که به ایرانی برگردم که همانند 40 سال پیش بتونم آزادانه حرکت کنم، ولی زمانی که به ایران برم اولین جایی که خواهم رفت مسجد سلیمان خواهد بود. اول سری به خانه پدریم خواهم زد که امیدوارم که هم عمر من کفاف بده و هم اون خونه باشه. به محله خواهم رفت و اون جاده‌ای که تا نمره یک پیاده می اومدم رد می شدم، اول دبستان حافظ درس خوندم بعد خسروی، اونجا خواهم رفت. منطقه نمره یک پیاده‌ای که روی لوله های نفت با خواهرانم پروین و منین بعض وقتا پیاده تا باشگاه گلف و یا تا کارخانه گوگردسازی بیبیان بعض وقتا حتی پیاده می رفتیم، این مسیرها را طی خواهم کرد. و واقعا دلم برای همه اینها آقای چارلنگی اصلا لبخند روی لبم میاره حتی وقتی که صحبت ازشون میکنم. خب برعکس اول برنامه که عشق به چشمتون اومد، خوشحالم که با لبخند به پایان برنامه کم کم داریم نزدیک میشیم. صحبت باشگاه گلف کرد، البته میدونید اطلاع دارید قطعا که اون لوله های نفت رو که بخشش دیگه استفاده نمیشون، این لوله ها از مسجد سلیمان میرفت، برای بینندگان من میگم، به پالایشگاه آبادان. آبادان شهر نفتیز نبود، صاحب پالایشگاه بود، به اونجا میرفت، تا اونجا کشیده میشه. اخیرا گفته شده حوالی آبادان چاه نفتی پیدا شده یا مخازن نفت. به هر حال این لوله ها رو در مسجد سلیمان بعدها یک امام جمعه دولتی فروخته، یعنی بریدن و فروختن اونایی که دیگه مورد استفاده نشن. اشاره کردم به باشگاه گلف مسجد سلیمان که یکی از معدود باشگاه های گلف در ایران بود و قهرمانان تیم ملی هم از مسجد سلیمان بسیار داشتیم. من آقای بیرگانی عزیز رو که روانش شاد اگر رفته از این جهان، در زمان کودکی ما قهرمان گلف بود، در سراسر ایران هم بسیار بسیار معروف. خانم قاسمی، من یک خبری داشتم سالها پیش، محله نمره 40 شما یادتونه؟ بله دقیقا، کلیسای ارامنه بود. بله، کلیسای ارامنه بود که بعد از انقلاب این کلیسا به اصطلاح اشغال شد، شکل دیگه در اومد، ولی محله نمره 40 که نزدیک یکی از چاهای شماره 40 مسجد سلیمان بود، بیشتر ارامنه عزیزی که به اصطلاح کارگر فنی بودن در اونجا خونه های شخصی ساخته بودن و اونجا زندگی میکردن، تنها یک نفر از اونها با ماند در مسجد سلیمان و با یک بانوی بختیاری ازدواج کرد. بله آقای بله ایشون ازدواج کردن، شاید را مایل نباشند بازماندگانشون ما بیشتر بگیم، و بعدها خیلی وقت پیش، حدود 10 سال 11 سال پیش ایشون فوت کردن، کار تعمیرات رادیو میکردن در آخر و فوت کردن. و خب ما یک گورستان مسیحیان هم داشتیم اگر یادتون باشه، یکی از اونها در نفتک بود، یکی هم در نفتون. مردم مسجد سلیمان، بختیاری های مسجد سلیمان، چون داماد حساب می شد، داماد ما بختیاری ها حساب می شد، رفتن و از اهواز کشیش آوردن.
و رفتن با همین حضراتی که فعلا مسئولان صحبت کردن و کلیسا رو هم قرض کردن و در اونجا مراسمی رو که باید انجام دادن و باز با ساز و دهل چپی که در مراسم عزا میزنن برای بینندگان تشییع کردن پیکر ایشون رو تا گورستان مسیحیان ارامنه در نفتون. عمیقا زیباست، به طرز انسانی زیباست. و شما امیدوارم روزی در مسجد سلیمان باشید و همه ایرانی ها در ایران خود، در ایرانی که باید و شایسته ایرانیان هست. سخنی اگر هست وقت بسیار کوتاهی داریم میشنویم خانم اختر قاسمی. بله خواهش میکنم. بله، یکی از زیبایی های مسجد سلیمان که منو مجذوب خودش میکرد و میکنه و من همیشه دلتنگ هستم این رنگارنگی و زیبایی. منطقه ارامنه داشتیم، منطقه هندیا داشتیم، منطقه اسوانیا داشتیم، منطقه مناطق به من وقتی که واقعا شیشتری ها داشتیم، یعنی این شهر رنگارنگ که چقدر زیبا بود، همه در کنار هم، به قول شما تو حضور کلیمیا، یهودیا، من دوستان یهودی در کلاس داشتم، ارمنی، به همشون از همین جا امیدوارم هر جا هستن تندرست و سالم باشن سلام میکنم، ریتا، هلیا و بعد دوستانم در اون موقع زویا که یهودی بود، و چقدر مردم در کنار هم دوست انسانگونه زندگی می کردن و دلتنگ این دورانم، دلتنگ این دورانی که مردم نگران، مردم نمی پرسیدن تو دینت چیه، تو مذهبت چیه، تو به چی اعتقاد داری، تو چرا روز اینجوری پوشیدی، چرا روسری سرت نیست، چرا دامنت کوتاه، دامن کوتاه داشتیم، دامن بلند داشتیم، چادری داشتیم، غیر چادر. یعنی دلتنگ این روزهای کشورم، این روزهای شهرم که بختیاری‌های مهربان در کنار دیگر مردمی که از کشورهای دیگه، جاهای دیگه اومده بودن زندگی میکردیم. دلتنگ این روزان و امیدوارم که این روز برسه آقای چهارلنگی که با هم به شهرمون بریم و از اونجا گزارشی برای هموطنانمون در ایران تهیه بکنیم. امیدوارم روزی من این مراسم رو که در کلن برگزار میکنیم در مسجد سلیمان در کنار چای شماره یک در محله‌ای که به در خرسون معروف هست، چون در اونجا خرس و اینها هم زیاد بود و انسان‌های بسیار نازنینی هم از اون محله برخواستند، از محله در خرسون. یکی از اونها معلم بسیار شایسته من بود، آقای صالحی گرامی، که روانش شاد باد، من بسیار از اون آموختم و بسیاری دیگه. مسجد سلیمان از نظر تعداد دانش آموز بعد از استارا نسبت به جمعیت شهرش بالاترین دانش آموزان رو داشت و تعداد مدارس بسیار، و همونطور که اشاره کردن خانم قاسمی، نخستین مدرسه مختلط پسرانه دخترانه در کنار هم در مسجد سلیمان بود. با سپاس از شما خانم اختر قاسمی گرامی در کل. سپاسگزارم از شما که این اجازه رو به من دادید با هم شهریان هموطنانم صحبت کنم. صاحب اجازه هستید، به قول خود ما به پایان برنامه رسیدیم. سپاسی دوباره از شما خانم اختر قاسمی. این برنامه رو من تقدیم میکنم به همه کارگران و کارکنان شرکت نفت ایران، چه پیش از ملی شدن و چه پس از آن ملی شدن نفت ایران، که زحمت کشیدن و امیدواریم روزی روزگاری به زودی نفت ایران در خدمت مردم ایران باشه با مدیریتی درست و به راستی ملی، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، درا، کلوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.